برنگان عزیز شبکه جهانی پارس به برنامه پانوراما با من آناهیتا خلطبری خوش آمدید همطور که میدونید پانوراما نگاهی داره گسترده به تمام مطبوعات جهان و خبرهای مختلف خصوصا کشور عزیزمان ایران و همه خبرها از جمله اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، هنری از نوع جنایی و و و, و, و. برنامه رو آغاز میکنیم با خبرهای داغ انتخاباتی Elections 2024 همچنان داره داغتر میشه و ما داریم نزدیکتر میشیم به این انتخابات میدونید که هر روز صحبت‌های مختلفی رو میشنویم در رابطه با کاندیدهای پرزیدنسی آقای دونالد ترامپ اومده و در که از کلوزینگ مسیجز هاش پیام هاش به گروه های مختلفی گفته که اگر برای من رای ندید باید مغزتون رو معاینه کنیم گفته که any african american or hispanic that votes for kamala you got to have your head examined گفته که هر کدوم از شما که آیا سیاپوس هستید یا هیسپانیک هستید لاتینو هستید و برای خانم کمالا برید و رأی بدید باید بدید مغزتون رو معاینه بکنم. ایشون این رو در یک رالی که در اتلانتا داشته سشن به شب عنوان کرده میدونید که در این هفته آخر کامنتری ها همچنان داره بیشتر اضافه میشه در رابطه با که سنهای مختلف در رده سنی، اثنیسیتی، اقلیت و مذهب و هر کدوم از این کاندیدها دارن به این موضوعها و به این ریس ها میپردازن. آقای ترامپ در کمپین خودش اومده و وقتی که ازش در این رابطه سوال کردن هیچ جوابی فعلا نداده. ولی خیلی بیشتر اوقات اومده گفته که در مورد جویش ووترها اگر که ما صحبت میکنیم میگه جویش ووترهایی که خانم هریس رو سپورت میکنن قبل از آقای بایدن هم همچنین به اونها هم خیلی خیلی اشاره کرده و گفته که اگر که برید برای خانم هریس باید مغزتون ماینه بشه گفته میشه که این چنین رتوریک یا زبانی که ایشون ازش استفاده میکنه در نوهای مختلف در این سالها ازش استفاده شده آقای ترامپ گفته که همچنین کاتولیک ووتر ها اونا هم خیلی خیلی بینشون تفرقه هست و خلاصه از این موضوع که بگذریم میریم و نگاه میکنیم به خبرهای دیگری در رابطه با ایران عزیزمون آقای دور جدید سفرهای اراقچی در تلاش برای متوقف کردن اسرائیل عباس اراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در دیدار با وزیر خارجه اردن خواستار اقدام جمعی کشورهای منطقه برای متوقف کردن اسرائیل شده ایشون گفته که برای جلوگیری از گسترش دامنه جنگ در منطقه باید جلوگیری بشه و در تماس با دبیر کل سازمان ملل از آمادگی قاطع تهران برای پاسخ به حمله احتمالی اسرائیل خبر داده اراخشی در دور جدید سفرهای منطقه خودش در دو هفته اخیر چهارشنبه 25 مهر با پادشاه اردن و وزیر امور خارجه این کشور هم دیدار و گفتگو کرده بازار داغ انتخابات که برای شما صحبت بکنیم از آقای ترامپ گفتیم حالا میریم و سری میزنیم به خانم کمالا هریس ببینیم که ایشون چه چیزهایی گفته خانم کمالا هریس هم همچنان داره آقای ترامپ رو متهم میکنه به اینکه شما که اومدی گفتی که من پدر آی وی اف هستم ان ویترو و یا لقاه مصنوعی در از این کامنتت واقعا مسخره است آم، گوی آقای ترامپ از این نوع صحبت ها کرد و گفته که سپورت میکنه حمایت میکنه از این ویترو فرتلایزیشن یا آی وی اف خانم کمال عریس اومده گفته که آقای ترامپ اگر که شما یه همچین کامنت هایی میدی در اصل باید فکر بکنی که بعد از اینکه شما اومدی و این ابورشن و قانون هاشو اینجوری عوض کردی هر از هر سه زن یک زن مشکل داره در هر ایالتی در رابطه با سخت جنین و مشکلات حتی آی وی اف و دوچار ریسک و از این گونه مشکلات میشه و شما اومدی ابورشن و سخت جنین رو داری در بعضی بیشتر جاها مشکل میکنی خلاصه این هم یکی از اتهامات خانم هریس هستش برای آقای ترام این موضوع ها همچنان ادامه داره چرا که همطور که میدونید انتخابات همچنان داختر داره میشه میریم و سری میزنیم به یک خبر بسیار متفاوت هنری از برادران جونس باید برای شما بگم The Jonas Brothers نیک جونس آمده و اعلام کرده بوده که یک مشکلی در کنسرتش رخ داده بوده و مجبور شده بوده که صحنه رو ترک بکنه بله جونس برادرز کنسرتی داشتن خیلی خیلی داغ در ارینای در پراگ در تاریخ 15 اکتبر و یکو یکی از اعضای این گروه خواننده های بسیار معروف مجبور میشه که صحنه رو ترک بکنه چرا که یک لیزر به طرف ایشون گرفته شده بوده از بین جمعیت بعدش که برگشته برای که مطمئن شدن که همه چیز امن و امان هست ایشون برگشته و کنسرت رو ادامه دادن ولی چند دقیقه وقفه افتاده بوده به خاطر این پوینتر لیزری که غیر قانونی هستش که در کنسرت ازش کسی استفاده بکنه اینا همه به گفته یه ورایتی هست در ستیتمنتی که به این ورایتی گفته شده میدونید که اخیرا بیشتر هنرمندان و همچنین طرفدارانشون خیلی در رابطه با مسائل امنیتی به مشکل برمیخورن و نگرانی های بسیاری هست خصوصا همین چند ماه اخیر خانم تیلر سویفت بسیار معروف در کنسرت های خودش مجبور شده سه تاش رو کنسل بکنه در این تور بسیار بزرگی که داشته ایرز تور شوز در اتریش باید بگیم آستریا به خاطر اینکه گفته بودن که یک تروریست پلات داره انجام میشه و خلاصه میتونه با خطرات بسیار زیادی مواجه بشه و اما میریم و نگاه میکنیم به قسمتی کاملا متفاوت و از اتومبیل های جدید از پراید الکتریکی باید با شما صحبت بکنیم در جهان خودرو و رونمایی از این نوع پراید های جدید در انگلستان بله این هفته در جهان خودرو ساخت پراید الکتریکی به مناسبت 80 سالگی تاسیس شرکت کیا و واکنش با منفی بازار به رونمایی تاکسی خودران تسلا ایلان ماسک که ازش صحبت کردیم در پانورامای گذشته مدل جدید مکلارن که با قوی ترین مدل فراری رقابت میکنه و اعلام بازنشستگی مدیر چهارمین خودرو خودروساز بزرگ جهان اینا خبرهای بسیار جدید هست در این رابطه نمایندگی کیا در بریتانیا یک دستگاه از مدل پراید با موتور الکتریکی رو در نمایشگاهی در نزدیکی شهر آکسفورد نمایش داده این اتومبیل هم که برای شما گفتم به مناسبت 80 سالگی خودروساز کره و توسط یک شرکتی به نام الکتروجنیک ساخته شده که کارش برقی کردن ماشین های قدیمیه مهندسان الکتروژنیک برای ساخت این پراید الکتریکی از یک مدل سال 1986 اومدن استفاده کردن میگن تبدیل قواش از بنزینی از بنزینی بودن به الکتریکی ساده نبود اصلا خیلی مشک... خیلی آسون نبوده کار بسیار مشکلی بوده اما در نهایت تونستن یک موتور الکتریکی از بخاری و با دو تا بسته باتری و خلاصه همینا رو با هم دیگه سوار بکنن روی ماشین که میتونه با هر بار شارژ تا حدود 120 مایل یا 193 کیلومتر حرکت بکنه خب این هم تبریکی داریم برای این نوع ماشین های جدید الکتریکی ببینیم که به کجا میرسه دفعه پیش از آقای ایلان ماسک برای شما صحبت کردم و گفتم که تاکسی کب خودش رو داره به بازار ارائه میده از نوع جدیدش روباتیک حالا آقای ماسک آمده در یک لاسوتی اومده داره سو میکنه کالیفرنیا رو بله این هم خبر خیلی جالبی که در گاردین به نشر رسیده ایلان ماسک و کمپانی مهم و بزرگش به اسم سپیس اکس آمدن و کالیفرنیا کمیشن رو در فدرال کورت دارن سو میکنن مورد پیگرد قانونی قرار میدن گفتن که به خاطر اینکه ایشون یک سری اظهارات فرض کنید سیاسی خودش رو اومده بیان کرده باعث شده که حالا این کالیفرنیا کمیشن به ایشون اجازه نده که این راکت های خودش رو به اون اندازه که دلش میخواست لانچ بکنه به فضا و تمام عملیات دیگه ای که براش داشته فعالیت میکرده این کمیشن گفته که آقای ماسک اصلا خیلی زیاد بر روی نتورک های مختلف خودش مثل اکس یا توییتر سابق میاد و روی سوشال نتورک خودش میس انفورمیشن میده و اطلاعاتی میده که درست نیستن به این دلیل دارن همچین کاری برای ایشون میکنن یا ضد ایشون هستن اما سپیس اکس اومده و کالیفرنیا کوستل کمیشن رو به دلیل اینکه دارن جلوگیری میکنن از فعالیتاش داره سو میکنه ببینیم که به کجا میرسه این لاسوت هم همچنین این گفته که دارن تمام فرض کنید لند و آب و تمام این چیزها رو که در هزار مایلی کوستلاین هست رو زیر نظر قرار میدن تا ببینن فعالیت ها به چه صورت هست باید این رو برای شما پیگیری بکنیم تا ببینیم که در روزهای آینده این لاسوت بزرگ بین آقای ایلان ماسک که من بهش بگم ایلان جان و سپیس اکسش و همچنین کالیفرنیا کمیشن به کجا خواهد رسید با ما باشید در ادامه برنامه خب پانوراما رو پی میگیریم با ما باشید در ادامه خبرها و اما جدیدترین خبر از سی این این گفته میشه که مقامات آمریکایی احتمال میدن که اسرائیل پیش از 15 آبان به ایران حمله بکنه و این موضوع رو بیشتر برای شما پیگیری خواهیم کرد و در پولیتیکو سری میزنیم به اینکه لندن از اعلام سپاه پاسداران به عنوان گروه تروریستی خودداری میکنه دولت بریتانیا تصمیم گرفته که علی رغم درخواست فراوان برای اعلام سپاه پاسداران به عنوان گروه تروریستی از این اقدام خودداری میکنه منابع دولتی به پلیتیکا اومدن گفتن که وزیر کشور بریتانیا تمایلی به قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه های تروریستی نداره و این در حالی هستش که حزب کارگر زمانی که اپوزیسیون بود از این اقدام در از حمایت میکرد و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیشتر از سوی ایالات متحده آمریکا، بحرین، عربستان سعودی و کانادا به عنوان یک سازمان تروریستی هم طور که میدونید شناخته شده بود ولی الان ببینیم که انگلستان یک نوع قدم های مختلفی رو میخواد برداره در این رابطه سری میزنیم به باز هم کشور خودمون ایران تجمع اعتراضی معلولان در تهران و هشتا استان کشور جمعی از معلولان چهارشنبه 25 مهر همزمان با تجمعاتی در استانهای خراسان، خوزستان، کرمان، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، اردبیل و آذربایجان غربی با حضور در مقابل نهاد ریاست جمهوری خواستار شدند که اجرای کامل ماده 27 قانون معلولان در لایحه بودجه 1404 بشن حساب کاربری این کمپین در شبکه اکس پس از آغاز این تجمع خطاب به مسعود پزشکیان رئیس دولت 14 هم نوشته که معلولان با سختی های خیلی زیادی و غیر قابل توصیفی برای پیگیری مطالبات خودشون رو به مقابل نهاد ریاست جمهوری رسوندن تا شما رو ببینند آیا صدای معلولان رو میشنوید؟ و اما نگاهی داریم به خبرهای مختلف و سری میزنیم به یوکرین زلنسکی طرح یوکرین برای پیروزی در جنگ با روسیه رو به مجلس آمده و ارائه کرده ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری یوکرین بعد از گفتگوهایی که خیلی زیادی که اخیرا با متحدان اروپایی خودش داشته روز چهارشنبه اومده در پارلمان این کشور از طرح پیروزی رونمایی کرده همزمان برخی از رسانه‌ها نوشتن که اسرائیل درخواست همکاری با کیف علیه جمهوری اسلامی رو رد کرده به گزارش خبرگزاری رویتر زلنسکی در این جلسه فوقالعاده مهم با نمایندگان مجلس و مقامات ارشد ضمن تأکید بر ضرورت حفظ اتحاد در کشور تا پایان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در پنجم نوامبر گفته صرف نظر از اینکه ولادیمیر پوتین چه میخواهد باید به همراه شرکای خود شرایط رو تغییر بدیم تا جنگ پایان یابد. افزایش احتمال خیلی زیاد حمله اسرائیل به ایران وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم به مصر سفر کرده همزمان با درگیری ها در غزه و لبنان و افزایش احتمال حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی آقای عراقشی همطور که بیدونید وزیر خارجه ایران در ادامه سفرهای منطقه خودش و گفتگوها درباره این تنش ها به قاهره سفر کرده و سخنگوی وزارت خارجه گفته که در این سفر گفتگوهای بسیار مهمی با مقام های ارشد مصر انجام خواهد شد خب میریم و سری میزنیم به سایت های مختلف خبری و همچنان از اه, CNN برای شما خبری داریم گراند مستر در اسبت بگیم شطرنج از این کامپتیشن اخراج شده اون هم به خاطر اینکه میگن که از یک سری تلفن های همراه استفاده کرده در بین مسابقه حالا چطور اومده این کار رو انجام داده این باید بسیار جالب باشه یک گرند مستر شطرنج که اهل رومانی هستش به طور کل از این نشنال لول اخراج شد از این مسابقه ها گفتن که ایشون موبیل دیوایس جوری آن بوده و اینا رو همه روز دوشنبه اومدن اعلام کردند و این 69 مین در از مسابقات چس بوده چس ورلد رنکینگز که داشتن با فرض کنید با سپانیش تیم چمپینشیپ هم همچنان داشتن مسابقه میدادند که این موضوع اتفاق افتاده و فعلا ببینیم که اخراج کردن ایشون به کجا خواهد رسید خب به پایان دقایق پایانی برنامه داریم میرسیم و میریم و نگاه میکنیم به نامزدی سهیلا گلستانی برای جایزه آسیا-پسیفیک همزمان با احضار او به دادسرا نامزدهای 17 همین دوره مراسم اهدای جوایز سکرین آسیا پسیفیک معرفی شدند و سهیلا گلستانی بازیگر فیلم دانه انجیر ساخته محمد رسولوف نامزده دریافت جایزه بهترین بازیگر این جوایز شده در همین حال رادیو فردا مطلع شده که در هفته اخیر دور تازه ای از های قضایی با عوامل فیلم دانه انجیر در ایران آغاز شده و هفته گذشته شماری از عوامل تولید این فیلم از جمله خانم سهیلا گلستانی به دادسرای امنیت دادگاه انقلاب احضار شدند به همین دلیل حضور سهیلا گلستانی در مراسم اهدای جوایز اسکرین آسیا پسیفیک که در دهم آذر ماه در استرالیا برگزار میشه در حاله ای از ابهام قرار گرفته امسال برای اولین بار نامزدهای بخش بازیگری جوان اسکرین آسیا پسیفیک بدون تفکیک جنسیتی معرفی شدند و ایشون این خانم سویلا گلستانی جز پنج نامزد دریافت جایزه قرار داره ببینیم که به کجا خواهد رسید و ایشون میتونن حضور داشته باشند یا نه خب عزیز رسیدیم به پایان برنامه پانوراما تشکر میکنم از یک که شما عزیزان و تشکر ویژه از مدیریت شبکه جهانی پارس آقای شجره عزیز از مدیریت خانم نقوی عزیز و از کارگردان فنی برنامه آقای سپهر خسروی و از یک که شما بینندگان عزیز که با ما همراه بودید تا برنامه بعدی پانوراما خدا نگهدار.